سرخوشی عارفانه، سکر و وجد، سنت شکنی و نفرت از عوام فریبی از ستونهای مکتب بایزید بسطامی است، تا آنجا که او را سرسلسله جنبان مکتب سکر در خراسان نامیدند. او بیزاری از مدح و ستایش و اقبال عمومی و شهرت را برای حفظ آزادی درونی و گریز از ورطه هولناک نفس نوعی تعالی روحی دانسته و این روش گمنامانه از وی چهره یک رند ملامتی را ساخته است. بایزید به ظاهر عبادات نمی نگریست. او می گفت از نماز جز ایستادگی تن و از روزه جز گرسنگی ندیدم. آنچه مراست از فضل اوست نه از فعل من. یا وقتی مریدی گفت عجب دارم از کسی که خدا را شناسد و اطاعت و عبادت نکند. بایزید گفت عجب دارم از کسی که او را بشناسد و عبادت کند. در طاعات چندان آفت است که حاجت به معصیت کردن نیست. توبه از گناه یکی است و از طاعت هزار. همچنین آوردند که مسلمانی متمکن در بسطام از بایزید سوال کرد حد نصاب پرداخت زکات مال چند است؟ بایزید از او پرسید زکات مال تو یا زکات مال من؟ مرد پاسخ داد مگر تفاوتی هست؟ گفت آری، اگر زکات مال تو باشد هر 200 درهم 5 درهم و اگر زکات مال من باشد همه مالم به نیازمندان و مستحقان تعلق دارد. گویند بایزید در حالی که از فقیه نمایان بسیار شکایت داشت می گفت بنمای چنانچه هستی یا چنان باش که می نمایی. از سخنان وی است دورترین از درگاه خداوند کسانی را دیدم که ایشان خیشتن را نزدیکتر دانند. و چون کار او بلند شد سخن او در حوصله اهل ظاهر نمی گنجید. 7 بارش از بسطام بیرون کردند. شیخ می گفت چه مرا بیرون کنید؟ گفتند تو مردی بدی، تو را بیرون می کنیم. شیخ می گفت نیکا شهرا که بدش من باشم.